مشخصه‌ای که در منشور جنبش صدر و مواضع رهبران جنبش هست راجع به اجرای بدون تنازل قانون اساسیه. شما فکر میکنید این بحث اونطوری که منتقدان در واقع جنبش سبز مطرح میکنند به این معناست که در تعارض و تنافر با اصلاح و تغییر پایبندی به قانون و اجرای بدون تنازل قانون اساسی یا نه؟ یه نکته رو روشن بکنم. اجرای بدون تنازل قانون اساسی یکی از بنیادهای ما هست، اما یکی از بنیادها هست. درسته که شاید یکی از بحث برانگیزترینش باشه، ولی تنها بنیاد نیست. در کنار اون حقوق بنیادین، تنوع و تکثر، مسالمت آمیز بودن مبارزه هم مبانی بسیار پر اهمیتی است. اینا رو باید با همدیگه دید، تک تک نمیشه هر کنشو تحلیل کرد بدون که به اون یکی دیگه توجه نداشته باشیم، وگرنه یک سیستم رو وجود نمیاد، یک اندیشه همگرا رو به وجود نمیاد. خب بحث اجرای قانون اساسی و چی که آقای مهندس موسوی به عنوان اجرای بدون تنازل قانون اساسی ازش بحث کردن بسیار مورد سوال قرار گرفته و ما هم بهش خیلی پاسخ دادیم، سعی کردیم پاسخ بدیم، نظر خودمونه بدیم. و اینجا خب یه بخش از مطالبی که میگم قطعا تکراری خواهد بود. قانون اساسی چهارچوب حرکت ماست، با یک جنبش مسالمت آمیز هستیم و هدفمون ارتقاء سطح دموکراسی، حق تعیین سرنوشت، توسعه در کشور هست و در این راستا میباید که یک چارچوب حرکتی داشته باشیم، اون هم قانون اساسی هست. وقتی از اجرای بدون تنازل قانون اساسی صحبت میکنیم، منظور یک اجرای متوازن هست. یعنی یادمون نباید بره که قانون اساسی بخش‌های مختلف و مرتبطی با یکدیگر داره. آنچه را که امروز ما شاهدش هستیم اینه که قانون اساسی کلاً به کناری نهاده شده و نقض قانون، قانونگریزی فرهنگ شده و این فرهنگ هم از جانب افرادی ترویج و ترغیب میشه که اصولا مسئول اجرای قانون هستند، چه قوه مجریه باشه، چه قوه قضاییه باشه، چه قوه مقننه و یا سایر نهادها و ارکانی که میباید در چارچوب قانون حرکت کنند. ما از قانون اساسی نام میبریم به جهت اینی که در یک برهه ای از زمان همه برش اتفاق داریم، مردم ما به اون رأی دادند. بنابراین تا هنگامی که به طریق دیگر که باید دموکراتیک باشه و باید با حضور همه مردم باشه، به نحوی که حق تعیین سرنوشت و آزادی انتخاب اجرا بشه، نه یا نظر دیگه بدن، ما بر اون مبنا حرکت میکنیم. این یک سندی است که مورد تایید مردم قرار گرفت. ما حق نداریم در یک فرایند بدون یک فرایند دموکراتیک دیگر، بدون یک فرایند دموکراتیک جدید که به جهت تحولی که رخ داده باید حتی دموکراتیک تر از فرایند اولی هم باشه، بخوام روی سند دیگه‌ای به بحث بنشینیم. احتمالش رو باید قبول بکنیم. اینی که ممکنه مردم نظرشون عوض شده باشه کلن یا جزن نسبت بخشی یا تمامی قانون اساسی یک مسئله قابل طرح و قابل بحثه. نباید انکار بکنیم که بخشی از مردم ممکنه که
بخش دیگه از قانون اساسی رو قبول نداشته باشن، هرچا قبلا بهش رأی دادن و قبولش داشتن الان ممکنه قبول نداشته باشن، یا اصلا کلا این قانون اساسی رو قبول نداشته باشن و بخوان که قانون اساسی دیگری تصویب بشه. هیچ نباید این انکار کرد. اما ما باید که به دنبال مکانیزم‌های مطمئن باشیم این قانون اساسی مورد تایید مردم بوده، بهش رأی دادن، مبنای حرکت ما هست، ما باید از یک تعبیر و تفسیر متوازن انجام بدیم. این تعبیر و تفسیر متوازن تا هنگامی که مردم بتوانند دوباره در مورد آنچه که میثاق ملی هست حساب نظر بکنند، میباید تأمین کننده حقوق اولیه مردم باشه. آنچه را که ما الان مدعی هستیم این هستش که دست اندرکاران قانون اساسی رو کلا گذاشتن کنار، چه وجه اسلامیش باشه چه وجه جمهوریتش باشه، توجه داشته باشین در اینجا تنها وجه جمهوریت به بازی گرفته نشده، وجه اسلامیتش هم به همین ترتیبه. این در واقع از اسلام استفاده ابزاری میکنن، از دین استفاده ابزاری میکنن. اونهایی که ادعای تمایل به حکومت دینی دارند و دین رو منشأ مشروعیت و عمل خودشون میدونند، توجه میفرمه، در واقع دارن کار دیگه انجام میدن. اونایی که در حکومت هستن دارند دین رو وسیله توجیه قدرت و نحوه عملکرد خودشون میکنن، استفاده ابزاری از دین، دین رو دولتی میکنند. هر آنچه که مربوط به دینه دولتی میکنه، نگاه کنین کاری که دارن الان با حوزه ها میخوان انجام بدن، حوزه های علمیه که یک نهادی بوده، نهاد غیر دولتی بوده در ایران از ابتدا، و سعی میکنن امروز ما تبدیل به نهاد دولتی کنند و بخش مستقل حوزه رو حذف کنند. پس من رو بعد این خدمت شما عرض کنم که در اینجا آنچه را که مورد توجه هست این که هر دو بخشش در بخورده، ولی ما روی این مسئله تأکید داریم که بخش فصل سوم این میثاق ملی که مربوط به حقوق مردم هست، که ممکنه ما شما یا دیگری نسبت به همین فصل سوم ایراد داشته باشیم، کلن کنار گذاشته شده. حقوق و آزادی های بنیادین کلن کنار گذاشته شده. تعبیر و تفسیر از قانون اساسی به نحوی است که موجودیت قانون اساسی رو منتفی کرده، یعنی اصلا دیگه چیزی به نام قانون اساسی وجود نداره. قانون اساسی مستلزم محدودیت قدرت همه افراده، هیچ قدرت فرا قانون اساسی وجود نداره، هیچ کسی نمیتواند ادعا بکند که مشروعیت قانون اساسی ناشی از اونه، بلکه همه در ذیل قانون اساسی باید فعالیت بکنند. خب الان بحث ما اینه در رابطه با قانون اساسی. ما در وهله و قدم اول میگیم اجرای متوازن قانون اساسی، یک تعبیر و تفسیر از قانون اساسی بشه که یک تفسیر قابل قبول و منطقی و در چارچوب مفهوم اساسی قانون اساسی، قانون اساسی گرایی و محدودیت قدرته. این وهله اوله. اما آیا اصلاح قانون اساسی مورد نظر نیست؟ آیا معنای هست این قانون اساسی وحی منزله بدون نقصه؟ آیا ما به دنبال این هستیم که به همه بگیم که باید که به قانون اساسی باور داشته باشید؟ آیا به دنبال این هستیم که بگین همه باید که تا ابدالعمر بگیم که این قانون اساسی بدون تغییر بمونه؟ نه. اولا اینکه ما قبول داریم که بعضی ها قانون اساسی رو بهش ایراد دارند. بسیار. خود ما هم ممکنه بعضی از وقت من به عنوان یک فرد و عنوان یک حقوقدان ممکنه بعضی از بخشاش ایراد داشته باشم. بارها هم نظر علمی بحث کردم، با کار امروز این سال سالهای طولانی مسئله بحث کردیم، آسیب شناسی کردیم، ایراد اشکالات شون. اما این هستش که ما بگیم هر آنچه که هست الان بهش التزام داریم، در این حال انتقادات خودمونم میگیم، یک بحثه. و این که اصلاح قابل اصلاح هست، بله قطعاً ما باید در وهله اول حق تعیین سرنوشت مردم رو، مکانیزم‌هاش رو برقرار کنیم و انتخابات آزاد. اگه ما رسیدیم به انتخابات آزاد، این قدم اولی هستش که بعدا ما بتونیم به یک بحث جدی‌تر بپردازیم، و اینی که نظر مردم نسبت به کل نظام، کل قانون اساسی و غیره چیه. ممکنه نظر مردم با ما یکی نباشه، ولی ما هرگز به خودمون اجازه نمیدیم که نظر خودمون مردم تحمیل بکنیم. اگر که مردم اصلا این نظام نخواستن، کسی حق تحمیل یک مدل خاص حکومت به مردم نداره. به نظر ما حتی این شرعی هم نیست، به نظر شخص ما حتی این شرعی هم نیست.
ما به زور هیچ نوع حکومتی رو حتی حکومت دینی رو بر مردم نمیتونیم تحمیل بکنیم. پس بنابراین روشن و واضح استش که اگر حق تعیین سرنوشت مردم قبول کردیم، اگر قبول کردیم که تعیین کننده نحوه اداره کشور رأی و نظر مردم هست، باید عواقب و ضرورت‌های ناشی از اونم قبول بکنیم. یکی از اون ضرورت‌ها اصلاح قانون اساسی، تغییر قانون اساسی، بازبینی جزئی یا کلیش است. خب اما بنده فکر میکنم که چه زمانی مناسب برای اصلاح قانون اساسی هست؟ هنگامی که نیروهای شمای ما از تمام‌مندی لازم برخوردار شده باشن تا اصلاحات با مشارکت آگاهانه مؤثر و واقعی همه صورت بگیره. اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی که اقتدارگرایان سعی کردن همه مواضع قدرت در دست بگیرن و دیگران را از هر نوع ابراز وجود محروم بکنند، اصلا به نفع مردم رقم نخواهد خورد، چون انتخابات اساسا فعلا انتخابات آزاد نبود. با این تقلب انتخاباتی که صورت گرفت، با این مهندسی که صورت گرفت، ما با انتخابات آزاد فاصله اساسی و عمده داریم. من فکر میکنم که این مسئله مهمی هست، ولی باید که به ترتیبی که خدمتون عرض کردم نسبت بهش نگاه بشه. البته همچنان ما میدونیم که بعضی ها معتقدن که باید خب اصلا کلن راجع به این قانون اساسی صحبت نکنیم، ایراد داره، اشکال داره و بریم سراغ چیز دیگه. اینکه کسای دیگه بخوام بیان یک متون موازی رو تدوین بکنن، عرضه بکنن، به هر حال حق اونهاست. کسی نمیتونه جلوشونو بگیره و حقم نداره جلوشونو بگیره یا اعتراض کنه که چرا این کارو انجام میدین. موضوعی ولی ما اینه، خیلی سریع و روشن میگیم ما یک سندی بوده که مورد تصمیم مردم قرار گرفته، بر اساس اون حرکت میکنیم و در این حال حق مردم میدونیم که در زمان مقتضی بتونن نسبت به اصلاح تغییر، اصلاح جزئی یا کلی یا تغییرش نظر بدن. درسته. چون وای دکتر شما نزدیک 6 ماه هست که در خارج از کشور زندگی میکنید و خارج شدید از کشور، در این مدت ارزیابی شما از فضای اعتراضی که در خارج از کشور وجود داره و طیف‌های متنوعی که وجود دارن و به ویژه طیف‌هایی که معترض هستن به جنبش سبز، دسته‌بندی که از این معترضان به جنبش سبز و اونهایی که همراه با جنبش سبز نیستن و در خارج از کشور هستن رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ یعنی فضای خارج رو. ببینید، دیدگاه من شاید مقداری متفاوت باشه. من دو تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. بله. و بر اساس اون عرایضم دنبال کنم. اول این که به نظر من میرسه که جنبش سبز بنیادن در داخل کشور هست و علارغم تمام تأثیری که فعالان جنبش سبز و دیگران در خارج ایران میتوانند داشته باشند، آنچه که مهم هست داخل ایرانه و این فعالیت ها برای ترقی، پیشرفت و آزادی ایران هنگامی مؤثر واقع خواهد شد که ما نبضمون با نبض ایران بتپه، نگاهمون به ایران باشه و آینه آنچه که در ایران میگذرد باشیم، آینه مطالبات واقعی مردم باشیم، همراه اونها باشیم، خیلی ازشون عقب باشیم، خیلی ازشون جلو باشیم، غیر از صدمه چیزی رو به دنبال نخواهد داشت. هرچند که فعالیت فعالان خارج از کشور قطعاً در رشد و باروری و تکمیل و قوام فعالیت اونها که در داخل هستن بسیار مؤثر هم هستش. اگر ما قرار بشه ریشمون از داخل بکنیم و فقط به عنوان معترضین در خارج از کشور باشیم، خیلی به نظرم مؤثر نخواهد بود. درست. نکته دیگه این هستش که باید توجه داشته باشیم که جامعه ما یه جامعه متکثره مثل هر جامعه دیگه، لذا وقتی ما میگیم تنوع و تکثر که از پایه های جنبشه، باید قبول بکنیم که این تنوع و تکثر هم در داخل جنبش قرار داره هم در بیرون جنبش. یعنی اول باید قبول بکنیم که همه ملت ایران طرفدار جنبش سبز نیستند،
ایران در جنبش سبز خلاصه نمیشه، هرچند که وجه عمده به نظر ما وجه عمده و اساسی ملت ما همراه جنبش سبز هستن، اما بخشی هم نیستند. این بخشی که نیستند باز درشون تکثر وجود داره. بعضی ها ممکن استش که مخالف جنبش سبز هستند و موافق آنهایی که در ایران الان حکومت غصب کردن باشند. در باز در داخل خود اینها هم تنوع و تکثر هست، اونهایی که اثر ناگاهی، اونهایی که اثر منفعت، اونهایی که به دلایل مختلف و عدیده این حمایت بتونه صورت بگیره، همه رو با یک چوب نباید. در بین یک دسته دیگه ای هستن که اونها هم با دولت ایران مخالفن، هم با نظام جمهوری اسلامی مخالفن، هم با خدمت شما عرض کنم که جنبش سبز مخالف هستند. ما با دو گروه مرز داریم، بدون تعارف هم بیان میکنیم، ممکنم که مورد نقد قرار بگیریم، این اشکال نداره، موضع مشخص و معینمون هست. با اونهایی که روش مبارزات خشونت بار خشونت آمیز رو دنبال میکنند، مبارزه مسالمت آمیز قبول ندارند، در خشونت در مشارکت داشتند، با دشمنان ایران همکاری کردند، باشون مرز داریم. اونهایی که به دنبال بازگشت نظام گذشته هستند که یک بار مردم ایران در یک رفراندوم تجربهش کردند، اون رو کنار گذاشتند، و همچنین مرز داریم به اونهایی که ثابت شده باشه وابسته به قدرت‌های خارجی هستند. البته نمی‌خوایم اصلا در این دام بیفتیم که گفته بشه هر کسی که با اقتدارگرایان مخالفه قطعاً وابسته به خارجی هاست، چون اون چیزی رو که الان گفته میشه اینه همه معترضان یا وابسته به آمریکا هستن یا انگلیس یا اسرائیل یا منافقن یا ضد انقلاب هستن یا سلطنت طلب هستن و غیره هستن، چیزایی که مکرر و مکرر و مکرر داره بیان میشه از صدا و سیما، از جانب مقامات امنیتی کشور و کلن تمام رسانه‌های وابسته به دولت و جریان کودتا و جریان اقتدارگرا به دنبال این معنا هستن. ما نمیخوایم داخل این مسئله بشیم، ولی یا این گفتمان داشته باشیم یا این دیدگاه رو دنبال بکنیم یا اسیر این نوع تبلیغات بشیم، اما به صورت واقعی باید بپذیریم که استقلال کشور تمامیت ارضی بسیار حائز اهمیته. استقلال کشور رو در مقابل آزادی قرار نمیدیم. هیچ به این معنا نیستش که ما با دیگران نباید ارتباط داشته باشیم. ارتباط باید وجود داشته باشه، باید یک تعامل سازنده وجود داشته باشه، ولی با حفظ منافع اساسی کشور. خب پس بنابراین این سه تا مرز ما هست. با سعیم کردم خلاصه مشخص بکنم که معنای استقلالی که دنبال می‌کنیم چیست. البته منتقدان به بحث مبارزه مسالمت آمیز مطرح میکنن که با وجود وضعیتی که در ایران حاکم هست و حکومت حاکمیت نظامیان در کشور، عملا استقلال قوه قضاییه بر باد رفته و طبیعتا این شیوه مبارزه مسالمت آمیز و راهکار اعتراضهای خیابونی رو بی اثر کرده. پاسختون به این انتقاد چیه؟ ببینید، اولا که بحث مبارزه مسالمت آمیز تنها بحث اعتراض خیابانی نیست، ثانیا که اساسا در قالب کشورهایی که معترضین روش مبارزه مسالمت آمیز طی کردن و برگزیدن بیش و کم همین شرایط وجود داشته، حالا شدت و ضعف داشته، ولی به هر حال حکومت اونایی که قدرت در اختیار داشتن سعی میکنن از ابزار سرکوب استفاده بکنن. درسته که در دوران اخیر اون چیزی که در ایران داره استفاده میشه چیز بسیار نمونه هست از این نظر، اما به هر حال در سایر جاها هم وجود داشته، ولی اونهای دیگه هم روش مسالمت آمیز کنار نذاشتن. روش مسالمت آمیز نیاز به تعامل داره، صبر داره، استقامت داره، اما به هر حال جامعه رو به یک صلح اجتماعی و توسعه پایدار و دموکراسی پایدار میرسونه.
انات میفرمایید و اینا درسته که طرف مقابل اصلا میخواد این کار انجام بده با اعمال خشونت میخواد شما رو مجبور بکنه که از روش های مسالمت آمیز دست بردارید و بعدن راحت تر شما رو سرکوب بکنه، توجیه بکنه که شما رو چرا سرکوب میکنه، بگه اگه من اینا دارم سرکوب میکنم اینها به دنبال حقوق خودشون نیستن، به دنبال از بین بردن اماکن عمومی، هرج و مرج، نمیدونم بیام ناامنی و غیره هستن. اینا چیزی هست که خودشون دنبال میکنن ولی معترضین رو متهم میکنن. همه حکومت های خودکامه معترضین خودشون رو متهم به این گونه رفتارها کردن و بر علیه اونها خشونت به خرج دادن. ما هم باید توجه داشته باشیم که راه مبارزه مسالمت‌آمیز راه طولانی هستش، ولی به نظر ما میرسه که آلترناتیو دیگری وجود نداره و امیدواریم که هر چه زودتر این خودکامگان حداقل این معنا رو درک بکنن و بیش از این کشور رو به سمت خطر سوق ندن. خب این بحثی بود که در مورد تنوع و تکثر در خارج از جنبش کردن، که خارج از جنبش هم بدهی هستن که برها گرایش های مختلف وجود دارن و موزمون نسبت به این ستا به صلاح خط قرمز رو مشخص کردن. حالا در داخل جنبش هم تفکر و تکثر و تنوع وجود داره و ما باید تکثر و تنوع رو بشناسیم و به همین خاطر هستش که هر بار از سایر مبانی جنبش صحبت شده تکثر و تنوع هم آمده. تکثر و تنوع این که دیگر همه ما یک جور فکر نمی کنیم. خب برای اینکه بتوانیم حرکت کنیم نیاز به چی داریم؟ به یک مطالبات پایه داریم. این مطالبات پایه مشخص شده، انات میفرمایید، و قطعا و یقینا هیچ جریانی به دنبال این که بخواد اون به خودش اختصاص بده نباید باشه. ما مذهبی هستیم، بنده شخصا مذهبی هستم، بهش افتخار میکنم، اما به دنبال این نیستیم که همه رو به مانند خودمون بکنیم، بگیم که همه باید به مانند ما باشن، همه اونجوری که ما فکر میکنیم فکر بکنن. این نمیدونیم که راجب به رابطه دین و دولت، دین و سیاست، جایگاهی که دین باید در امر سیاست داشته باشه، تعبیری که از دین داریم، تفاوت‌های مهم و اساسی وجود داره. ما راهی نداریم الا اینی که با همدیگه به گفتگو بشینیم و همدیگه رو درک کنیم و بر اساس میزانهای مشخصی حرکت کنیم. به همین خاطر هستش که مطالبات جنبشی مطالبات در واقع کف هست. آنچه که در منشورم اومده یک مطالبات کف و پایه رو مطرح کرده و نهایتا گفتیم این حق تعیین سرنوشت مهمه، یعنی انتخابات آزاد و منصفانه تعیین کننده است. همه ما باید در رأی مردم گردن بگذاریم. با هر نوع تفکری که هستیم باید بریم به سمت اینکه یک انتخابات آزادی رو ایجاد بکنیم. وقتی انتخابات آزاد تحقق پیدا کرد، وزن هر تفکر، ایده و اندیشه مشخص میشه و باید با توجه به اون حرکت بکنیم. ولی در عین حال یادمون باشه که چه در اکثریت باشیم چه در اقلیت قرار بگیریم، آنچه را که باید مورد عنایت قرار بدیم هستش که اون اقلیت باید حقوق بنیادیش تضمین بشه. هیچ اکثریتی حق تحمیل دیکتاتوری بر اقلیت رو نداره. هر کسی هم در اکثریت قرار گرفت باید حقوق اقلیت رو پاس بداره و به همین جهت هستش که حقوق بنیادین و حقوق بشر یک مسئله های اهمیت هست. یعنی ما باید هم حقوق بشر در نظر بگیریم، هم دموکراسی رو به عنوان روش حکومت در نظر بگیریم و هم مسئله صلح اجتماعی باید در نظر بگیریم. به نظر من اگر همه توافق کنیم که در این راه حرکت بکنیم، میزان اختلاف نظرامون کمتر میشه. شاید قطعا نیستش که اختلاف نظر از بین بره، ولی درک متقابلمون زیادتر میشه، اعتماد متقابلمون زیادتر میشه و موارد اختلافیمون کمتر میشه. به هر حال من مشخصا اما یه نمیدونم که آقای مهندس موسوی و همچنین جناب آقای کروبی بارهایی نگفتن بر اصل تکثر تأکید بسیار زیادی داشتن و اصلا به دنبال این نبودن که دیگران رو مجبور کنن که به مانند اونا فکر کنن یا به اونا حرکت کنن. این کلا باید که از ذهن همه پاک بشه به نظرم. به عنوان آخرین سوال و حسن ختام این گفتگو میخواستم درباره این بپرسم که با توجه به اینکه امسال سال آگاهی تا رهایی نامگذاری شده، نظر شما راجع به اینکه اصولا مردم ایران بایستی نسبت به چه چیزی آگاه بشن و از چه چیزی رها بشن؟ شاید سوال بدیهی به نظر برسه اما دوست داشتم نظرتون رو بدونم. مقدماتا عرض کنم که اینجور نامگذاری ها اگر از دل جامعه در بیاد
قابل تقدیره و به هر حال میتونه منشأ اثر باشه و نامگذاری هایی که خیلی جنبه اقتدارگرایانه داشته باشه از بالا باشه شاید خیلی مؤثر واقع نشه و در واقع به اقدامات اساسی و معینی ختم نشه. خب به هر حال همونجور که گفتید سایت های اصلاح طلب و سایت های سبز در واقع درست گفته باشم سایت های سبز این سال رو سال رهایی تا آزادی نام نهادن. خب وظیفهشون سنگین تر میشه، باید که در این راه مشارکت بکنند. آگاهی یک بخشش مسلزم این است که رسانه ها درست عمل بکنن و وظیفه خودشون بهتر عمل بکنن. شاید به خاطر این نامگذاری انجام دادن تا سهم خودشون هم نشون بدن. جنبش ما جنبش مسالمت آمیزه، یک جنبش مسالمت آمیز بنیادن بر اراده و شعور و خاص مردم متکی هست. آگاهی موجب این میشه که اراده آگاهانه باشه، خواست آگاهانه باشه، وضعیت موجود خوب تحلیل بشه، وضعیت مطلوب ممکن هم خوب ترسیم بشه و مردم به سمت شرکت بکنند. به نظرم میرسه که اگر که تلاش بکنیم وضعیت رو که الان درش هستیم مردم از اون آگاه بکنیم، از چالش هایی که در مقابل ما هست، از فرصت هایی که میتونیم خلق بکنیم، از مشکلاتی رو که داریم، از بی‌عدالتی ها، از ظلم ها، ستم ها و همچنین از چشم انداز هایی که میتونیم باز کنیم با مردم صحبت بکنیم، قطعا و یقینا مطالبات مردم صیقل میخوره، خود اونها میتوانند راهکارهای مناسبی دنبال بکنند برای انسجام، هماهنگی، تقویت شبکه ها و در نتیجه رسیدن به هدف مطلوب. به نظر من میرسه که استراتژی که از استراتژی های اساسی ما آگاهی بخشیه و به همین طریق هستش که ما باید که انشالله در این سال هم صبر داشته باشیم و هم به دنبال استراتژی هستیمون که آگاهی بخشی هست بریم و این وظیفه رسانه های سبز رو سنگین تر میکنه، از جمله رسالت و وظیفه رسا رو که خلاصه یک جزی از این رسانه های سبز هست و امیدوارم که همه ما توجه داشته باشیم که قرار نیست ما کارهایی رو که صدا و سیما انجام داده تکرار بکنیم، رسانه های وابسته به اقتدارگران و کودتاگران کردن انجام بدیم. ما یک حرکت اخلاقی هستیم، اخلاق مبنای حرکت ما هست، سیاست ورزی میکنیم اما هدف وسیله رو توجیه نمیکنه و باید بحث به کارگیری زبان پاک، اندیشه پاک و تحمل و مدارای دیگران و این هستش که به دام تهمت زدن، رقابت‌های غیر منصفانه، غیر اخلاقی و هیجانی نگردیم. امیدوارم که همه اونایی که این سال رو سال آگاهی نام نهادن به هر حال لوازمش رو هم بهش توجه بکنن، با توجه به این اصول حرکت کنن و بدونن که راه سختیه ولی قطعا و یقینا همراه با پیروزیه انشاءالله. هیچ تردید در این زمینه نباید داشته باشن. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر ارجمند از این که مهمان برنامه تلویزیون رسا بودید. خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیارمون گذاشتین برای انجام این گفتگو. از شما بینندگان محترم هم برای اینکه تا این ساعت همراه برنامه رسا بودید و این گفتگو رو دنبال کردید متشکریم. تا شب دیگر، خدا نگهدارتون.